تو بودی، اینا قسم خورده اون ترتیب شده دادن اونا. خب اینا کی میفهمه؟ کی میفهمه این بازی های جهانی رو؟ یا مثلا شما، من همینجا در همین تلویزیون پارس پخش شد در برنامه های فرانسوی میگفتم، پیش از این که بایدن برنده بشه گفتم گورگ سایروس سوگند یاد کرده تا دخل ترامپ رو بیاره، نظر دیگه رئیس جمهور بشه و بعد از اونم ترتیب شه بده بندازتش زندان، بندازتش زندان. اینم رفت زندان. این رفتن ترامپ به زندان یعنی چه؟ تو باید درس بگیری ایرانی، یعنی بدبخت بیچاره که میری در خونه اینا در میزنی چه میکنی که بیان اینا ایران آزاد کن، اینا ایران بیبلا انداختن، این آخوندا مهرهای اینا، نوکرهای اینا رئیس جمهورهای خودشونو ترتیبشونو میدن وقتی که منافع مالیشون بخواد پایمال بشه، وقت میذارن تو بری آخوندهی که داره مثل گاو میدوشنش و مثل گاو داره بهره کشی میکنن ازش و میلیاردها دلار در سال میگیرن به هوای جنگ لبنان، جنگ سوریه، جنگ عراق، جنگ یمن، مداخلات در افغانستان، مداخلات در پاکستان، مداخلات در کشورهای آفریقایی که بعد تازه آفریقایی ها فکر میکنن الان آفریقا داره رهبر جهان میشه، چین داره رهبری جهان رو میگیره، روسیه خط دوم وا کردن، اینا میخوان بریکس میریکسش بکنن، دلار رو نابود کنن. او اینقدر ذکاوت و زیرکی داره که خواهید دید به زودی دخل همه اینا رو میاره، یعنی یه جنگ هایی را میندازه، یه کارهایی میکنه، اینا رو میزه سر کار. همونطور خود پوتین گفت ما رو با این جو بایدن گذاشت سر کار، با این جنگ تو پای ما کردن. گفت خب بابا تو خر نباید میشه که جنگ تو پات بگن اگه تو اینقدر خری. حالا شما این ترامپ رو که دیدید، هیچ، بزرگترین کسی که میگن الان جهان تو دستش داره رهبری میکنی، میخواد خط فلان بیاره، میسید زی یا شی هست، حالا معلومه شید شیه یا زیه، شی جی هست. این زبانهای مختلف انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، ایرانی، نوشتن خود اینها اسامیشون و تلفظش بر اینا قرارداد اجتماعی نداره که یکی باشه که همه بگن. حالا این بابا شما ببینید که رهبر جهانه، وقتی میخواد وارد سالن کنفرانس بریکس بشه باید خودش وارد بشه، مشاور درجه یکش، مترجم درجه یکش، نوکر چمدون کشش، نمیدونم کش اجازه نداره وارد بشه، خودش هم بر میگرده نگاه میکنه ولی میره اطاعت میکنه از کادر رهبری که بریکس ساخته. بریکس هم فکر کردین کار خود ایناست، بریکس هم توی اما اقتصاد جهانیه، درست مثل کمپانی های جهانی که با اینکه رقیبن با هم دعوا دارن، یارو دوتا داداشا رفتن یه جفت کفش در آوردن، اون اسمش این گوش چه اسمش گوش، رقیب دعوا درگیری، ولی هر دوتا رو بلاک راک میگردونه، اون با اون داره میجنگه، سال هاست میجنگه، جنگ یمن، عربستان، سعودی، پر بابا، ولی یک مرکز تجارتی سانتر دو فینانس هست در جهان مال گورگ سایروس که پول اینا رو جا به جا میکنه، درصد چه برمیداره، مدیریت اینا همه عاملن، مهره های شطرنجی هستند، مدیریت دست ما اقتصاد جهانی است. اون اقتصاد جهانی الان خیلی هم ذکاوتمند شده با این هوش مصنوعی و خیلی بهتر از همه دوران ها کار میکنه و جهان رو رهبری میکنه، چون هر دو طرف، هر طرف که شود کشته سوده گورگ سایروس هست. الان برای ایران ما اینها برنامه دارن، نمیذارن که به همین شلیات و شهریاری رو ببری تو ایران برقرار کنیم،
نمیذارن که چه بشه چه بشه. یارو خودش میاد میگه آقا من غلط کردم در مورد محمد رضا شاه، اشتباه فکر میکردم. آدمای دور برش میگن نه اونجور نبود، دخترش میگه نه اینجور نبود. نمونه همین آقای گلستان، ابراهیم گلستان که فوت کرد. اولا که یادتون نره، همونطور که من بارها گفتم، اینها همینایی که رشد کردن زمان شاه و الان دارن رشد میکنن، برابر تو رسانه ها شما رو میبینین اکثرشون، اینا همه تو ساخت و پاخت های برنامه ریزای خود جهانن. همونطور که من یارو علی شریعتی رو میبینن توی پاریس افتاده دست سیگار و شراب که داره میخوره، ولی من عجب خوب حرف میزنه، عجب خوب میتونه خر کنه. میگن آقا تو پاشو برو ایران رو آزاد کن، اینجا چی نشستی؟ پاشو برو ایران روشن کن. میارنش ایران، حسینی ارشاد هم ساختن اونجا، تریبون بهش میدن، کی مردم خر کنه؟ حواسناس شد خر میکنه، دین رو دوباره میاره، همه رو دین میکنه. این همین با خیلی کردن، تمام نیروهای چپ رو که استعمار ساخت بر علی محمد رضا شاه بزرگ میکردن، اینا دستگاه بود، از خمینیش گرفته تا ابراهیم گلستانش گرفته تا چپ نوردین کیانی رئیس به تودش گرفته تا راست جبهه ملیش گرفته تا محمد مصدق گرفته، اینا همه توی تیم بودن. ولی باید تو تشکیلات بودن، تشکیلات یا قاجار یا سادات. اون میگن فراماسون فراماسون اینا رو ول کنین، سادات تازی قوی ترین قدرت 1500 سال قدرت داره. همین آقای ابراهیم گلستان یک مصاحبه با اشداران میکنن که میگن آقا تو چرا تو اون فلان فیلمت عکس خمینی رو پشت سرت گذاشتی؟ عکس خمینی چرا پشت سرت گذاشتی؟ خب چه جواب میده؟ تو فیلمش میگه آقا این آقامه، ابراهیم گلستان چپ کمونیست، میگه آقامه. بهش گفتم آقای آقامه، بعد گفت آقا این جدمه. جد میبینه چقدر تأثیر گذاره، جدشه. حالا کمونیسته، جدشه. اون اینجوری بود که اینا کار کردن. بعد همون زمانی که ایشون فیلم میسازه و که به اصطلاح ضد پادشاه هست و ضد رژیم هست و اینا، میخواد سواک بیاد بگیرتش، زود زرنگی میکنه، جدشه، میره پیش یه جد دیگه، میشه پیش، میره پیش خانم فریده دیبا، میگه جد بزرگوار ما رو اینا میخوام بیان بگیرم به خاطر فیلم. با شاه یه قرار بذار، من برم پیشش از شاه عذرخواهی کنم، میگم من با بر علیه توی فیلم درست نکردم، بر علیه هویداست. خانم فریده دیبا این برنامه رو میذاره. البته ابراهیم گلستان یک بار در حالت مستی و راستی، خیلی ها وقتی که یک گیلاس بزنن مثل اینه که هیپنوتیز شدن، نگفته ها رو میگن، خیلی اتفاقات افتاده. بعضی وقتا هم شاید به عمد میخواد بگه که یک رازی واقعیتش، نه اونی که شایع شده تو جامعه یا خودش دیروز گفته پریروز گفته پر. ابراهیم گلستان خودش گفت، گفت که من رفتم پیش فریده خانم و ازشون اینجور فریده خانم قرار میذاره، پادشاه ایشون رو میپذیره و بعد میگه که من هنوز پیش از این که بگم قربان ببخشین این تو جسارت نباشه، من اینو به هویدا گفتم، دولت رو نقد کردم شما میگه تا من شروع کردم میگم شاه خب نه حالا نداره، با من میگه صحبت کردم، با هم صحبت کردیم اینا. بعد نکته جالب اینجاست که میگه که من بعدا در حین صحبت کردم با شاه گریم گرفت بود، بغض گلومو گرفت و گریم خواست بیاد که چقدر آدم خوبیه، برای ما بعد معرفیش کردن. درست همین که تو کسی که نمیشناسی این میان میگن میان میگن، یارو مثلا امکان داره اصلا خبر نداشته باشید تو مشهد یه اتفاقی افتاده، میگن جاده خراب بود، ماشین میافتاد تو چاله، به شاه فوش میدادن. شاه کجا؟ بعد میگه که دیگه میخواستم برم، شاه من صدا زد و وقتی دو قدم رفته بودن گفت برگرد اینجا. گفت تو در رابطه با آخرش که مسئله کارگران نفت اینا میگی، تو مطمئن باشی که من در مملکتم نمیذارم کارگرانم بهشون فشار بیاد. با گریه میگه من اومدم بیرون. همین گلست. بعد حالا دختر ایشون غیر از این گفته، ولی ایشون یه وصیت‌نامه هم داره ابراهیم گلستان. در وصیت‌نامه‌اش خیلی حرفای خوب میزنه. تو وصیت‌نامه‌اش حتی میگه که من الان 41 سال میگن کار نکردی، چرا دارم فحش میدم؟ من میشه اینجا دارم فحش میدم، چون این با همه این بادمجون
رقابچینا و متملقین و چون وارد بود بازی رو، میدونست که یه بازی هست که اینا رو میبره بالا، بعد شاه بازی رو میشکنه بعضی وقتا، یارو رو میاره شهردارش میکنه میخواد رو بکشه، یارو رو میاره دشمنش وزیرش میکنه، چون شاه خبر داشت که اینها گول میخورن، گول میخورن، بادشون که میکنن باد. حتی هم خمینی رو شاه که احضارش میکنه، میگن حالا طرف برو جدی رفت بود، احضارش میکنه که ببینی واقعا ایران دوسته، واقعا مدام میبینه نه به دست سوخته حرم زده است، میگه بندازینش بلد مالک. شاه خیلی سیاست مدار بود، شاه ما خیلی سیاست مدار بود. ابراهیم گلستان وصیت میکنه که آقا این دختر من هیچ بهش ارث ندید، ولی به بچه فروق، یکی از عللش بالا سرم میبینین مهتاب امام زمان میاد با سرش لامپ روشن میشه، صیاد تو فیلم آورده بود بالا سر من امروز گذاشتم این که بفهمید لامپ بالا سر عجب دنیایی، کربلا میبرن شما رو. وصیت میکنه که به میخواستم وصیت نامه شو براتون بخونم، زیاده، میگه که به پسر فروغ فرخزاد، به فرزند فروغ فرخزاد ارث تعلق میگیره از بالای تابلوهاشو، ولی با دخترش خیلی درگیره و بهش میگه هیچ بهش ارث نمیدم، اینا با هم درگیره. خب این درگیری همیشه بوده، یه کسی میاد خارج از کادر عوض عمل میکنه، میاد خارج کادر، تو کادر وای نمیسته، تو باید تو کادر تشکیلاتی سازمانی باش. یکی از بچه ها به من میگفت که پدرش رو که انداختن زندان و اینا از رهبران بالای رژیم بود، میگفت یکی روز من پیش خامنه ای که بودم گفتم در مورد پدرم صحبت شد اینا، گفت آقا یه دکتر این پدر شما از قطار پیاده شد خودش، باید تو قطار میموند. حالا جریان قطار خیلی مهمه، الان یادتون نره اونهایی که تو قطارن باید از یه قطار بیاین پایین، که مهمه و من تا حالا بارها بهش اشاره کردم، اون قطار مشروطه خواهیست. ما مشروطه رو بزرگ میداریم، قدر میدانیم، سالگردش جشن میگیریم، ولی دیگه کسی نبود که من مشروطه خواهم. مشروطه 40 سال پیش من در کتاب قرآن سرودی به سبک پارسی و دینداری و خردگرایی، که همه این کتاب ها الان در یک مجموعه به نام من با خدا رقصیدم منتشر شده مدت هاست، حتی کتاب خدا را در خواب دیدم زار زار گریه میکرد تو همین کتاب. حالا اونجا ما اون موقع نوشتیم روزای اول انقلاب سیاه که نظام ولایت فقیه پای خودشو از انقلاب مشروطه و استعمار روس و انگلیس تو ایران باز کرد و نفوذ کرد. چرا؟ چون بر اساس متمم قانون اساسی اینا موادی رو به تصویب گذاروندن که هیئت فقها، یعنی همین شورای نگهبان الان دقیقا اسمش گذاشتن حالا شورای نگهبان، اون موقع هیئت فقها و یا مجلس خبرگان، آدمای بیشتر، اینا در پارلمان مشروطه حق وتو دارن، یعنی هر قانونی که میخواد وضع بشه آخونده میتونه وتو کنه. به خاطر همینه که شما الان خیلی نمیدونن، خیلی از عزیزان ما نمیدونن این شعار رو میدن مشروطه، مشروطه خواهی ما، نه مشروطه خواه ما دیگه نیستیم، قدر میدونیم، سپاسگزاریم، مشروطه خواه نیستیم دیگه، مشروطه یعنی نظام ولایت فقیه و همون کاری که هاشمی رفسنجانی میخواست بکنه. هاشمی رفسنجانی بر اساس اطلاعات اخیری که منتشر شده و خود وزیر اطلاعاتشون گفت و اینا، میدونید که به عنوان برانداز دیگه نذاشتن رئیس جمهور بشه و به عنوان برانداز کشتنش. پروژه هاشمی رفسنجانی این بود، من میخوام به شما بگم، حتی ایشون در نظر داشت که وقتی که رئیس جمهور بشه دوباره که احمدی نژاد شد بعد از خاتمی، این حتی فراهم کرده و تدارک دیده بود که در تخت جمشید یک کنسرت بزرگ چند صد هزار نفری برگزار بشه.